Varonin, the hood man, the horonin. In Joki Charandam, pardon me, Zanat. Oh, no! Oh, in the yard. مرغ را میگیرانیم توی دیگ میجوشانیم با قاشق و چنگال میخورانیم ولی حالا با چی بگیرانیم نه نه آره سبد آره کارتون حالا باید خودمان را حمل کنیم به طرف مرغ ولی او نباید مرغ را ببیند کروت کجا بود سبد همینجا آتل دادشتم بال میچرخاند آخه سر شکار گشتی اینم از نهاره امروز من که ردیف گشت اکنونان را به مطبخ برده و مورد نوش جان قرار میدهی سب کن ببینم خجالت نمیکشی؟ پرندهی که سخن فرمایش میکنه این چه طرز صحبت کردنه اولا سخن فرمایش میکند یعنی چی؟ برو سخن گفتن یاد بگی شخصیت بنده را مورد توهین عنایت فرمود دوما یه نگاه به من و خودت بنداز قبل از اینکه بلا بخوری لای دندونات گم میشم فقط خرج خلال دندون برات میفته من یه پوسته یه مش استخونم یه نگاه به اون هندقه بلا بنداز یه گاو درستم پرش نمیکنه ای وای بر من بگذار تفکر بنمایم راست میگوید حالا چه خاکی بر سر بزن به جایی که منو بخوری آزادم کن در عوض سه پند به تو میدم که توی زندگی عاقبت به خیرت میکنه از کجا بدانم سرم را گول نمیمالی آخر من خیلی ساده تشریف دارم پند اولو تو مشتت میدم اگه درست بود مشت تو باز کن پند دومو اون وقت به تو میدم اگه بازم درست بود پر میزنم روی درخت و اونجا پند سومو بهت میدم باشد بگو پندی که تو مشت بهت میدم اینه که اگه کسی چیز مقالی رو گفت باور نکن عجب عجب خب بقیه شو بگو و به چیزی که گذشته غم و حسرت نخور عجب راز فرمایش میکند پر بکش پر بکش ابله تو شکم من ده تا سکه طلا با یه یاقوت به اندازه یه هندونه بود که از دستت رفت نه ای وای خاک بر سرم شد از چنگم به در شد جان من برگشتن پیش دید زندگیم را مورد عنایت قرار ده ای نادون مگه من پندت ندادم که به چیزی که از دستت رفته غم و حسرت نخوری یا پند من نفهمیدی یا کری بعدشم مگه بهت نگفتم که حرفای محال باور نکنی آخه من کل هیکلم به اندازه دوتا سکم نیست چطور ممکنه دسته که با یه یاقوت به اندازه یه هندون تو شکم من جا شده باشه چطور ممکنه آفرین حق با تو است حالا پند سوم را بده
آره چینه خودت، نه که خوب به اون دو تا پند قبلی عمل کرده که پند سومم بهت بدم. راست میگن که پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شور خاک. خدافیز، ما رفتیم. روش نمانست، حالا چه چیزی به خودمان بخورانیم.